اینجا بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه تولید آلومینیوم در بندر عباس. کارخانه ای که سالانه بیش از 170 هزار تن آلومینیوم تولید میکنه. و این یعنی بیش از 50% تولید آلومینیوم کشور در این کارخانه تولید میشه. این واحد صنعتی بار مسئولیت سنگینی از صادرات کشور رو هم به دوش میکشه. ما امسال بیش از 60 میلیون دلار ارزآوری داشتیم و پیش بینی میخونیم تا پایان امسال این عدد رو به 180 میلیون دلار برسونیم. این موفقیت ها در شرایطی بوده که اونها تونستن گامی بلند هم در جهت خودکفایی بردارن. آنود به عنوان ماده اولیه اصلی مصرفی در تولید آلومینیوم بخش عمدش از خارج وارد میشد که خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام گرفته ما تونستیم این محصول را در داخل تولید بکنیم و به همین دلایل بوده که این کارخانه موفق شده به عنوان واحد صنعتی نمونه هم معرفی بشه. ما نسبت به مدل مشابه سال قبل 1.5% افزایش تولید داشتیم و به تبع 34% هم به صادرات ما اضافه شد. موفقیت هایی که حاصل تلاش شبانه روزی 2179 کارگر پرتلاش کشوره. کارگرانی که با دیدنشون شرمنده میشیم به خاطر گلایی از گرمای هوای 45 درجه بندر عباس. حرارت ایندیک چقدره؟ 960 درجه. روزی چند ساعت کنار ایندیک هستید؟ روزی 8 ساعت. اونها برای تولید محصولی عرق میریزن که در صنایع مهمی مانند صنعت بسته‌بندی مواد غذایی و دارویی و به خصوص در صنعت هوانوردی کاربردی فراوان داره. صنعتی که البته نیازمند مهربانی های بیشتره. مشکلات مواد ورود مواد اولیه به داخل کشور هست که امیدوارم توسط مسئولین بیشتر تسهیل بشه. با وجود تمام مشکلات خوشبختانه ما در منطقه هستیم که هزینه تولید رو میتونیم کاهش بدیم. هرمزگان همواره جز 5 استان جذاب کشور برای سرمایه گذاری محسوب شده. وجود 5 صنعت مادر، مهمترین دروازه صادرات و واردات کشور و 1200 کیلومتر مرز آبی، استان هرمزگان را به یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی کشور و محلی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل کرد.